صبح خیر بینندگان عزیز و ارجمند در هر کجای جهان که هستی. هنگام ابشار هستم با برنامه رو در رو. امروز شنبه 21 از ماه نوامبر 2015 میلادی 8 بامداد از استودیوی دالاس با آقای امیر شهرتی در اتاق فرمان. بسیار خوب، ما هفته گذشته یک سفر فرهنگی داشتم به اورلاندو فلوریدا از طرف کانون فرهنگی ایرانیان که چه جمع نازنینی. اینها 25 سال هست که فعالیت فرهنگی میکنن، جمعی از بانوان و آقایان. اینها بوک کلاب دارن، ماهی یک بار میشینن کنار هم، کتابخوانی میکنن، شعرخوانی دارن، نشست های فرهنگی طول این 25 سال از بسیار ادیبان ایران برگزار کردن، نمایشگاه نقاشی قرار بگذارن. یک سفر بود بسیار آموزنده برای من، آشنا شدن با این بانوان و آقایان و سخنرانی در ارتباط با طاهره قرة العین، زرین تاج برقانی. اسم های مختلفی داره، طاهره اسم اصلیش البته فاطمه بود و جمع بسیار خوبی آمده بودن، گرم بودن، سخنرانی خوب بود. آقای به نام فرامرز هم این سخنرانی رو ترجمه میکردن همزمان، چون حدود 10 تا 15 امریکایی در اونجا حضور داشتن. و بعد قرار هستش که اگر بشه این سخنرانی رو با متن فارسی و انگلیسی در یوتیوب قرار داده بشه. چون دوستان متعددی از هفته گذشته از من خواستن که این متن کجاست، ما چگونه میتونیم به سخنرانی دست پیدا کنیم و چگونه میتوانیم راجع به طاهره قرة العین بیشتر بدانیم، من فکر کردم به یک بخشی به جنبه هایی از سخنرانی و شاید نکاتی که فرصت نشد توضیح بدم در مورد طاهره قرة العین بدم، که البته شخصیتی شناخته شده. حالا قبل از این میخوام خدمتتون بگم این سفر توام بود با قدری تفریح. درسته که 3 روز بود، کوتاه بود، اما میزبان من جناب آقای مسعود، دکتر مسعود نقره‌کار که محقق هستن و همسر بسیار شایستشون شیده خانم که میزبان بنده بودن و بعد حمیده خانم که شبی تمام دوستان رو به این مناسبت دعوت کرده بودن. معمولا این سخنرانی ها با نشست های خارج از سمینار هم مواجه می شود و یک روز هم ما قرار بود بریم دیزنی ورلد که نشد، به جاش رفتیم به سواحل دریای آتلانتیک در دیتونا بیچ که یکی از مشهورترین بیچ های دنیاست و من یک دوربین دستیم فیلم برداری هم کردم تا اون زاویه که چشمم میدید این دریای آتلانتیک، اقیانوس در واقع، اقیانوس آتلانتیک، اوشن دریا نیست، اقیانوس. و این در واقع این اقیانوس باعث شده که حد فاصلی باشه بین اون طرف و این طرف، یعنی تروریست ها از اون طرف بخوان بیان به این سو یک مقدار فقط ترن و پای پیاده و اینها کارشون نمیسازه، از روس ها آب باید گذر کنن و یک دیواریست بین این قضیه امریکا و قضیه خاورمیانه. به هر حال من سپاسگزارم از تمام دوستانی که در اونجا حمایت و هدایت کردن این نشست فرهنگی رو در هر شهری، در هر ایالتی در امریکا، در هر کشوری خارج از کشور. در این 36 سال ایرانیان با اجتماعهای کوچک و بزرگ این کانونهای کوچک فرهنگی رو، هیچ کدوم از این کانونها وسیع نیست، هیچ کدوم. یعنی ما قبلا مثلا کنفدراسیون رو داشتیم زمان شاه به عنوان یک کمیز، یک
کانون مخالف، اینها همه گونه سخنرانی ها رو برقرار میکردن، نشست ها رو جد، ولی اون سیستم به هم خورده. الان ضمن این که گروه های سیاسی هستن، احزاب کوچک هستن، انشاب میکنم داخل خودشون، ولی ایرانیان از تکاپو نایستادن و این انجمن های فرهنگی در هر جا فعال منتها کوچک کوچکه، در داخل خودشون هم گاه انشاباتی میشه ولی باز حرکت فرهنگی ادامه دارد. و یکی از محاسن خارج نشینان این بوده که فراموش نکردن فرهنگ خودشون رو و بعد نسل جدید هم آشنا میشه با این آداب و رسوم و دانستنی هایی که در اثر فرهنگ غرب شدن در فرهنگ غرب به هر حال بعد از یه مدت از ذهن و حافظه میره و جوانها مثل کاموفلاژ محو میشن، یک شکل میشن، قاطی میشن با فرهنگ غرب. به هر حال این بسیار نشست خوبی بود. اما من یک، چون دوستان صحبت کردن که طاهره قرة‌العین صحبت کنین راجع بهش، راجع به طاهره کم صحبت نشده، هرچند که کم میدانیم. و یک خصوصیتی که طاهره قرة‌العین داره، ضمن این که یک مصلح، یک اصلاحگر دینی بوده، یعنی اون اسلام جمود و خشک و ترسناک بشریت رو به زانو در آورده بود، انسانها رو در داخل ایران در همون محبته منطقه به زانو در آورده بود، یک شخصی به عنوان شیخ محمد احسایی آمد در واقع همون کار کرد که لوتر و کالوین در قرن 16 کردن و اروپا رو بعد از قرون وسطا از این سیاهی کلیسا بعد از جنگ های صلیبی به در آوردن. و این شیخ محمد احسایی که بعد شد شاگرد شد سید کاظم رشتی و بعد سید علی محمد باب شد یک پیامبر اینها و بعد طاهره قرة‌العین که شاگرد همه اینها بود، حافظ همه اینها بود، مرید همه اینها بود، این قضیه تبدیل به دین نشده بود، تبدیل به پیامبری نشده بود، تبدیل به آیین، تبدیل به اون موقع یک شیوه و رسمی بود برای اصلاح دین. و طاهره قرة‌العین بسیار کوشا بود در این راه که جانش رو هم داد. او را سرانجام دستگیر و نیمه شب بعد از ترور نافرجام توسط چند بابی، به اون موقع بهایی نبود، چون 11 سال بعد از مرگ طاهره قرة‌العین تازه این دو برادر عباس افندی در واقع اینها صبح ازل و برادر او بهاولا، اینها با هم اختلاف پیدا کردن، هرچند که صبح ازل در واقع به گفته نقطت الکاف جایگزین و جانشین خود باب بود، چون خانی کاشانی نویسنده این نقطت الکاف در تمام سفرها همه جا به دنبال باب بود. حالا اینها مفاهیمی هستش که اصلا ما بهش نمیخوام، چون تاریخ تو این موضوع باب خیلی وسیعه، اما من میخوام فقط راجع به طاهره قرة‌العین که یک مهره اصلی از این قضیه بود. و شاید اگر طاهره قرة‌العین نبود این آیین به این گونه اوج نمیگرفت، چون طاهره سفرها میکرد، سخنرانی ها میکرد، هرچند که از داخل یک خانواده اصولگرای مذهبی بسیار مذهبی، یعنی از روحانیون مجتهدین درجه اول بودن در قزوین، پدرش، عموهاش، همسرش، خانواده ثروتمند، اینها مسجد می ساختن، اینها مدارس علمی می ساختن. اون موقع اگر قم نبود ولی قزوین بود مرکز و بسیار متعصب، و این دختر از داخل این خانواده متعصب این شیفته
دیدگاه های شیخ محمد احصایی شد، نه فقط برای اصلاح دین بلکه برای آزادی حقوق زنان، زنانی که در حجر نشین بودند، زنانی که حق تحصیل نداشتند، زنانی که اجازه انتخاب شوهر نداشتند، اجازه ابراز وجود، ابراز نظر نداشتند، باید از پشت پرده میشنیدند. اگر هم صحبتی بود خیلی عالم و مجتهد بودند، از پشت پرده صداشان میآمد. و طاهره قرة‌العین در واقع در بدشت که از توابع شاهرود هست در یک نشست چند هفتهی به قولی 10 روز، به قول دیگر 20 روز، 81 طرفدار باب در اونجا نسخ قرآن کتاب دینی رو اعلام کرد و گفت از حالا آیین بابی جایگزین می شود. یک کار بسیار خطرناک و شورشگر بود و اختلاف افتاد بین طرفداران، کشتارها شد توسط محلی های متحسن و طاهره با اون حرکت نمادین که در پشت پرده صحبت میکرد، بعد با طرح قبلی دو سر نخ پرده در یک آن افتاده شد و این ادهی میگوین فقط مقنعه رو کنار زد، ولیکن ادهی بر این قول هستن که نه، کلن موهاشم دیده میشه. هرچند که طاهره قبلا کشف حجاب کرده بود در داخل خانواده، در بین بابی های متجدد، و این قضیه براش مهم نبود، و 10 زن دیگر به قولی با او کشف حجاب کردن، نه در بدشت. در بدشت این حرکت نمادین از خود طاهره قرة‌العین بود، ولیکن 10 زن طرفدار او بودن، با او بودن، پیروش بودن. اینم به گفته یک جناب مرد حدود 70-75 سال است که حدود 10 سال پیش، الان دیگه شاید در غیر حیر نیستن، گفتن مادر بزرگ من از به گفته ای در خانواده میگوین جزو 10 زنی بود که با قاهره کشف حجاب کردن، نه در بدشت. باز میگویم کلن در حرکت هایی که طاهره میکرد، در به شهرها میرفت، با مجتهدین صحبت میکرد، با زنان حکام صحبت میکرد، تمام مدت این دختر جوش و خروش بود، تمام مدت در حال علیان بود. نیروهای امنیتی، نیروهای دولتی به دنبال این بودن و این به دنبال اهدافش. زنی بود بسیار زیبا، هیچ عکسی از طاهره نیست. این عکس هایی که از طاهره میبینید یک عکس آیا این نقاشی بوده به صورت اکثر بودن و این رو به شکل های مختلف نقاشی کردن در فضاهای مختلف. چون زمانی که طاهره قرة‌العین در خانه محمد خان کلانتر در بالخانه او به مدت 4 سال زندانی بود، بغبغه ای بود که سنت عکاسی به ایران آمده بود زمان ناصرالدین شاه، ولی که طاهره قرة‌العین در بند بود. اگر آزاد بود حتما عکس های از او می داشتیم، از طاهره قرة‌العین. یک لحظه ببینیم دوستیم، خیلی عجله دارم. بفرمایید عزیزم. الو بفرمایید. بفرمایید عزیزم، میخواستین راجع به موضوع صحبت دو قربانی داره از تلویزیون پخش میشه، گوش بدید بفرمایید، چون 5 بار پشت سر هم زده. به هر حال آقایی که میگفتن که به جریان‌های فرهنگی بپردازیم، به جریان سیاسی نپردازید. حالا من نمیدونم کجا این قضیه سیاسی بود، کجا دیگه فرهنگ و سیاست و خواب و خوراک و رویا و نشست و برخاست ما همه شده سیاسی. چطور میتونه یک زن مثل طاهره قرة‌العین؟ پس ما اصلا نباید از طاهره صحبت کنیم و بگیم اون چه میکرده. مذهب بزرگترین ابزار سیاست بوده در دنیا، به ویژه سلاحی بر علیه زنان. این سیاست نبوده؟ چگونه میشه راجع به این سیاست صحبت نکرد که فرهنگ زنان رو داغون کرده؟
زنان از فرهنگ دور کرده. میشه این دو از هم جدا باشن، منفک بشن. همین جریان در دوران جنگ های صلیبی بود. دو قرن، از اواخر قرن 11 تا اواخر قرن 13، 200 سال جنگ های صلیبی، چه تعداد کشته شدن در این جنگ های صلیبی. اصلا این تاریخ خود چه تکرار میکنه؟ شیوه کشتار، شیوه هاستجگیری، شیوه سرزدن، چپاول، تهدید، ارعاب، فرار مردم، جمع دسته دسته کشتن. منطقه امروز کشتن واسه بمب اون موقع نبوده، حالا به این شیوه راحت. اون موقع هواپیما نبوده که از اون سو بیان به این سو به این سرعت. شیوه ها مدرن شده، ولی این شیوه در 9 دور از جنگ های صلیبی اتفاق افتاد که 2 قرن طول کشید و جنگ مسیحیان بر علیه مسلمانان بود برای گرفتن بیت المقدس. و چون می گفتن مسیح از آنجا برخواسته و این جنگی بود که بعد از مکه و مدینه بیت المقدس مهمترین مرکز بود برای مسلمانان هم. و این جنگ ادامه داشته، جنگ های صلیبی تمام نشده، جنگ های صلیبی هنوز بعد از قرن ها ادامه داره. همین امروز این اگر بگیم بخش شاید دهم بود، 9 قسمت جنگ های صلیبی بود در قرن اواخر قرن 11 تا اواخر قرن 13، 200 سال. امروز این جنگ های صلیبی دیگه دوباره جنگ بین مسلمانان و مسیحیانه. حالا دولت صلیب کسی بر دوشش نیست، از اون ور اسلامیون شمشیر هست، داعش، اینا الله الله میکنن، از این ورم این همه کشتاری که در منطقه شده توسط دول غرب برای از بین بردن صدام، برای از بین بردن طالبان، که اینها رو به گونه های دیگه هم. حالا خود اینها اینا رو آوردن، طالبان رو خودشون آوردن، بعد خودشون رفتن به همراه کشتار مردم عادی او رو از جا کندن. و ببینید چه افتضاحی در منطقه به پا شده، چقدر این چه تعداد انسان کشته شدن در همین چند سال اخیر. بالغ بر 300,000 سوری کشته شدن، چه تعداد عراقی کشته شدن در جنگ ایران و عراق. این دوره است که ما دیدیم، ما هستیم، چه تعداد از مردمان کشته شدن، میلیون ها جا به جا شدن، در به در شدن. خب زندگی هر انسان مهمه. الان شما ببینید 10 روز یک هفته است هر کانال تلویزیونی رو میبینی تمام اخبار حتی سیاست امریکا قطع شده. این موضوع مبارزات امریکا بسیار موضوع مهمیه، اصلا از رونده شده به حاشیه. و تمام مدت این کانال های عمده که هر آگهیش برای 30 ثانیه میلیون ها دلار میگیرن، تمام زوم شده رو یک تعداد تروریستی که یک تعداد فرانسوی و ملیت های دیگر رو کشتن. ولی این کشتار هفته گذشته اتفاق نیفتاده، این کشتار به نام مذهب یا به نام سیاست. این الان حداقل 36 سالش که من شما ناظرش هستیم، از ایران آغاز شد با حمایت مذهبیون، با کشتن آزادی خواهان، با جنگ ایران و عراق، با رفتن پیاده شدن سربازهای امریکایی در منطقه. و الان اونجا جا باز کردن، تمام زیر دریایی، رو دریایی سرباز خارج نمیشن از اونجا. چه سیاستی پشت این سیاست هست برای بشریت؟ ما که نمیدانیم، ما ظاهر رو میدانیم میگنم. حالا این هموطن عزیزم میگن شما خوب راجع به موضوعات فرهنگی که خوب صحبت میکنین، راجع به سیاست نمیدونم کجای این قضیه سیاست وحشتناک بود. شاید هم راجع به شاید راجع به بهاییت، چون راجع به موضوع شیخ ازل و بهاءالله گفتم. باید اونها عزیزم ذهنیت من نیست، من نقل قول کردم، من که نبودم نمیدونم چی بوده، نه ماها دقیق، ماها استناد به تاریخ میکنیم. و حالا من اصلا موضوع طاهره قرة العین بود، اون رو دوستان
الان در اینترنت هم بزنن تمام این اطلاعات هست. ولی کن در مورد طاهره قرة العین، این یک زنی بود که خارج از، یعنی جدا از مذهب، یک زن مهمی بود. او حتی اگر مذهبی نبود، آوازه طاهره قرة العین به خاطر اشرافش به فقه، به اصول، به زبان، حافظ قرآن بود، عربی میدانست، فارسی میدانست. این یه بخش طاهر است که پدر در واقع، خانواده پدری، برادرها آموزگار او بودن. اما بخش دیگر طاهر قرة العین یک شاعر است، یک جنبشگر اجتماعی است. اون بخش رو کمتر راجع به ایش صحبت کردن. مادر او آمنه ورقانی یک بانی و شاعر بوده خودش و کسی بود، یک فردی بوده که طاهره رو با عرفان، با شعر، با ادبیات آشنا میکنه. پدر او او رو با شعر و ادبیات و فلسفه و عرفان آشنا نکرد، فقط با اصول فقه آشنا کرد. مخالف بودن اصلا اینا، علما دخترانشون رو زبان میاموزندن که بتونن قرآن بخوانن، بتونن مذهبی بشن، بتونن در واقع یک مرجعی بشن برای دیگر زنان در پشت درهای بسته و افتخاری بکنن که دخترای اونها پیرو به پدران هستن. برای این نبود آموزش زبان در مکتب خانه ها به دخترها که اینها بیان حافظ بخوانن، سعدی بخوانن، شیر بسراین و پرده دری کنن، از آزادی زنان بگوین. اما در طاهره این قضیه بود. چرا؟ چون مادر او یک بانوی بسیار فریفته بود و همون بود که بروید به افکار و عقاید شیخ محمد احسایی که بسیار این فرد تحت تأثیر فلاسفه یونان بود و یک درست برخوردم کرده بود با دوران سوسیالیسم در اروپا، موج و شوق و جنبش سوسیالیسم در اروپا در همون 1848 نیمه اول قرن 19 که در واقع طاهره دستگیر شد و 4 سال بعد اعدام شد، ترور شد. اعلامیه حزب کمونیسم انتشار پیدا کرد، بردهداری در اسپانیا لغو شد، تفتیش عقاید متوقف شد در اروپا، انقلاب صنعتی شده بود، زنها در امریکا، در فرانسه، در انگلستان برای حقوق خودشون جمع می شدن. تمام اینها تنشش به ایران می خورد. خانم های ایرانی بعد در بابه انقلاب اینا تمام مدت تلگراف خانه بودن، تلگراف می زدن به ملکه آلمان، به ملکه ویکتوریا انگلیس، شکایت می کردن، گزارش می دادن. شیوه هاشون والا شاید از امروز با وجود این که تنگنا بود و سخت بود، فعالانه‌تر بود. همه در حال فعالیت بودن چون در حال پوست انداختن بودن. زنها به یک بار، ببخشید من تلفن رو جواب نمیدم چون خط باز نیست، ولی اگر فرصتی شد حتما. در مورد طاهره قرة العین اجازه بدید یکی از سروده‌هاشو بخونم. خواستم بگم که عکس از او متاسفانه نیست، چون اگر بود عکسای متعدد بود و درست همزمان با آمدن صنعت عکاسی به ایران بود، ولیکن او در بند بود و متاسفانه از او عکسی نیست، کما اینکه از سید علی محمد باب هست، از شیخ، از دیگران هست، ولی از او نیست عکسی، چون در بند بود. ولی میگویند به قدر این دختر زیبا، آراسته و همیشه خودشو به عطر می آراسته، مروارید بر موهاش میگذاشت، بر لباسش همیشه شیک. حتی در عکس هاش دیدین که کفشای پاشن بلند پاش میکنن، ولی خب اون موقع کفشای پاشن بلند اون موقع یک فرم خاص خودش رو داشت. زلی بود که به ظاهر خودش خیلی توجه داشت و فکر میکرد این ظاهر او با باطن او باید یک همخوانی داشته باشه. هر جا طاهره بود
همه دور او جمع می شدن. زنها شیفته او بودن، حتی زن محمد خانی کلانتر باعث می شد وقتی که کلانتر خانه نبود، کسانی که می خواستن با طاهره مخفیانه ملاقات کنن اونها رو می آورد به خونه. او در بالا خانه ای بود که پلکان نداشت، نردبان داشت و بعد نردبان می زشتن و این زن تمام مدت از مریدان طاهره قرة‌العین شد. اگر این قضیه دست زنان بود، اگر قدری طولانی ترین ماجرا می رفت، طاهره قرة‌العین می تونست کلن موج زنان رو برای انقلاب مشروطه خیلی خیلی سریعتر به جلو بیاندازه. ولی به همین دلیل طاهره رو سرنگون کردن، سربنیست کردن. دیدن حضور او کلن نه تنها باعث خطر دین اسلام هست، چون اسلام رو مدرنیزه کسی نباید میکنه، به همون شکل قدیمی و فناتیک و خشونت آمیز خودش باید باشه، او رو از بین بردن. و اشعاری که طاهره قرة‌العین میخواند، چون شعر زیاد میدانست، از حفظ بود، نمیدانن کدام از آن خودشه، کدام نقل قول هست، اما سه شعر هست که به طور قطع میگوین از آن اوست و من یکی از این سه شعر را میخوانم که در آواز مثل که آقای شجریان هم، استاد شجریان هم رفته است. در ره عشقت ای سنم، شیفته بلا منم، چند مغایرت کنی با غمت آشنا منم. پرده به روی بسته ای، زلف به هم شکسته ای، از همه خلق رسته ای، از همگان جدا منم. شیر توی، شکر توی، شاخ توی، ثمر توی، شمس توی، قمر توی، ذره منم، هبا منم. نخل توی، رطب توی، لعبت نوش لب منم، خواجه با ادب توی، بنده بی حیا منم. کعبه توی، سنم توی، دیر توی، حرم توی، دلبر محترم توی، عاشق بی نوا منم. شاهد شوخ دل برا، گفت به سوی من بیا، ببخشید، شاهد شوخ دل برا، ای دل بر من، گفت به سوی من بیا، رسته ز کبر و از ریا، مظهر کبریا منم. طاهر خاک پای تو، مست می لقای تو، منتظر عطای تو، معترف خطا منم. یکی از سه سروده است که میگوین صد در صد این از طاهره قرة‌العینه، اما اشعار دیگر او شک هست درش و سبک مولانا و جامی رو داشته. حالا آیا خانواده متعصب و مذهبی طاهره قرة‌العین که از شیعیان و سودی بودن، بسیار متعصب بودن، اینها میخواستن که طاهره بیاد این گونه شعر بگه، به این دلیل او رو در مکتب خصوصی خانگی، چون دو مکتب خانه پدرش و عموهاش دایر کردن، یکی برای طلاب، یکی هم برای اعضای خانواده. اونها هدفشون این نبود که در نهایت طاهره جاش به اینجا ختم بشه، کما اینکه از دشمنانش شدن، از کسانی بودن که بر علیهش پرونده ساختن. و وقتی عموی او توسط یک بابی کشته شده بود، چون به شیخ محمد احسایی در بالای منبر توهین کرده بود، این رو به اسم طاهره گذاشتن. و بعد همسر او، در واقع یکی از علل دستگیری او در موقع جنگ تبرسی، قلعه تبرسی که طاهره می رفت و به جنگجویان به پیونده، دستگیریش همین این بود که او باعث قتل عموش شده است، هرچند که قاتل خود را معرفی کرد. اما من اینجا یه نکته ظریف رو میخوام بگویم. زنان حجرنشین، زنان حکام، زنان علمای دینی در اون عصر، اینها باسواد بودن و بعد
چون کتاب مثل امروز کتابخانه نبود. بله شما هر جا میدین اینقدر کتاب و بست سلر و کتاب های که واقعا انسان دلش برای کاغذ میسوزه و مرکب و این درخت که وقتی باشه اقلا صفایی میده، فضایی میده، عشق میآفرینه، باعث میشه که یک شاعری الهام بگیره. اینها چی بریده شدن و هر روز بریده میشن و در کارخانه ها و کتاب هایی که چند خواننده بیش ندارن. در اون موقع کتاب ها محدود بوده، حافظ بوده، سعدی بوده، مولانا بوده، یه تعداد کتاب ها در این خانه ها بوده و این زنان بعد از باسواد شدن میاموختن، یاد میگرفتن. به همین دلیل ما زنان باسواد، زنان شاعر، زنانی که بعد از در خفا و از پشت پرده‌ها و بعد آرام آرام جنبش‌های اجتماعی رو باعث شدن و منجر شد به انقلاب مشروطه و انقلاب زنان و موج انقلاب و تا به امروز، اینها همه مدیون بانوانی هست که از دیر هنگام در دوران اسلام اینها موقعیت خودشون رو دانستن. روحیه و اون فرهنگ دیرینه قبل از اسلام مثل یک ژن تاریخی در اینها دنبال شد و اینها هرگز نه زنان طالبانی شدن، نه زنان عرب شدن، نه زنان که الان میبینیم برای این تروریست ها سر و دست میشکنن، نه اونها شدن. و این یک حسن هست در تاریخچه زنان ایران که باید بیشتر درش توجه بشه. به هر حال این خواستم بگم. حالا در مورد طاهره قرة‌العین حتما 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 وقتی که این در یوتیوب گذاشته بشه من خدمت شما اعلام خواهم کرد. اما در خدمتتون خواستم به جنگ های صلیبی اشاره کردم که امروز در واقع ما دنباله جنگ های صلیبی رو داریم در دنیا. چیز عجیبی نیست، اینها بوده منتها ماها نبودیم. حالا ما هستیم فکر میکنیم دنیا امروز به هم ریخته. این دنیا همیشه به هم ریخته بوده از وقتی که این مذاهب آمدن، از وقتی که آیین هر قدرتی تو دست دین آیین بیفته همین اتفاق میفته. و هی میگوین دنیا باید اونقدر شرکین بشه، فاسد بشه، حفله تا امام زمان ظهور کنه. تا به هر حال در هر آینی هست، در آینه یهودیت هم هست. ولی میخوام بگم آلوده تر از این، آلوده تر از دوران قرون وسطا، پس چرا امام زمان ها ظهور نمی کنن؟ چرا قیامت نمیشه؟ چرا روز تصمیم گیری نمیشه؟ چرا روز عدالت؟ مگه سیاه تر از این همه دورانی که بشر حداقل از روزی که تاریخ نوشته شده تا امروز بوده که منتظرن سیاه‌تر از این بشه؟ خدمتتون این جنگ‌های صلیبی به سلسله از جنگ‌های مذهبی گفته میشه که به دعوت پاپ توسط شاهان نجبای اروپایی داوطلب برای بازپسگیری سرزمین‌های مقدس از دست مسلمانان برافروخته شد. صلیبیان از جای جای اروپای غربی در جنگ‌های مجزا بین سال‌های همون اواخر 1095 یعنی 5 سال بعد میشد قرن 11. خب رفتن اینها. ببینید اون موقع روم در قرن 4 در واقع کنستانتین اول امپراتور روم مسیحیت رو پذیرفت و بعد از یک قرن بعدش قرون وسطایی آغاز شد و غلبه کلیسا بر جهان، بر دنیا، بر زندگی مردم، بر انتخاب حکمرانان. و بعد دو در واقع اینها حکومت کلیسایی داشتن، یکی در واقع روم حکومت ارتودکس های شرقی که مرکزشون قسطنطنیه بود که بعد ترکان آمدن و قسطنطنیه رو از بین بردن و استانبول امروز به وجود آمد، و دو دیگر روم غربی که در پاپ در واتیکان که شهر کوچیکی است که میگن الان 800 نفر جمعیت داره و 44 هکتار هم بیشتر نیست،
کوچکترین کشور جهان هست سکونت داشت، ولی قدرت بسیار زیاد بود و این اختلاف و رقابتی افتاده بود بین حکمرانان و پاپ ها و کاردینال های روم غربی در پاپ و روم شرقی در ارتدوکس ها در قسطنطنیه، که بعد با آمدن عثمانی ها و ترکان عثمانی 10 قرن در واقع قرون وسطا طول کشید و یعنی از زمان سقوط آمدن سقوطش بود با آمدن عثمانی ها، از بین رفتن روم غربی، قدرت روم غربی و روم شرقی و جایگزین شدن قدرت عثمانی ها، و بعد هم که این هم که حکومت کردن بعد رفت دیگه مردم خسته شدن از این دین و آیین و مذهب و سیاهی، بیدین شدن آرام آرام آرام، که بعد عصر روشنایی، عصر رنسانس 14 و 15 درست 16 دیگه عصر رنسانس بوده، روشنگری اروپا، روشنگری دگردیسی در واقع فرهنگی سیاسی اجتماعی، بعد میره به عصر نوین، بعد عصر قرن 18 و 19 انقلاب صنعتی و بعد مدرنیته. این دوره های مختلفی بوده که بشریت دنبال کرده. حالا امروز یک گروه مذهبی به نام داعش اومده میخواد همین رو برگردونه به قرون وسطا، یعنی این جریان کیاس و انتای کیاس، طبیعت میگن خودش رو آراسته میکنه، منظم میکنه، دوباره خودش رو به هم میریزه. این قانون در طبیعت، در قانون ذهنیت انسان ها هم هست. این تاریخ رو میخواد برگردونن به عقب، کیاس انتای کیاس، و این ذهنیت هست. ذهنیت داعش به شکلهای مختلف، به شکلهای فرقهی، حالا اسلامی نبوده، بوده همیشه کوچک و بزرگ. منتها اینا علت این که یارگیری میکنن، علت این که میگن که الان این آقای ابوبکر البغدادی سرکرده اینها، نزدیک چند میلیون انسان و زیر سیطره خودش داره در سوریه و عراق، نه اینکه اونها طرفدارش باشن، رفتن با جنگ خونریزی و شمشیر گرفتن درست این زمان پیامبر اسلام، اینها دسترسی دارن، یعنی دقیقا همون کارو میکنن که کلیسا در دوران جنگ های صلیبی کرد، در دوران خفقان مذهبی کرد، در قرون وسطا کرد، چپاول میکردن، تقسیم میکردن، همه چی تقسیمه، زن مردم تقسیمه، ثروت مردم تقسیمه. اینها یک عده آدم های نشه و بیمار مغز و برین شستشوی مغزی شده، همه چی درباره هر کدوم یک سلطان کوچک هستن، یک امپراتور کوچک هستن، و حتی اگر از اون حیطه خودشون خارج شد، از اون چهارچوب عقیدتی این نظامشون خارج بشن، خودشون هم به همون شکل قربانی میشن، به شکلی در قرون وسطا پوست میکندن، عکساش هست، نقاشی هاش هست، انسانها رو برای اینکه شکنجه بدن پوست میکندن، گلوله نبوده که، ریز ریز میکردن، تکه تکه میکردن. حالا آیا کاری که داعش امروز میکنه این خطرناکتره که با یه گلوله میزنه و خلاص میکنه، حالا سر هم میگذنه، یا به اون شکل قرون وسطایی؟ این جریان الان در قرن 21 که اوج تمدن بشریته، کشف کره ما هست دیگه، با چند ساعت از این ور قاره به اون ور قاره انسان ها میدن، دنیای اینترنته، در یک لحظه شما میتونید با تمام دنیا در تماس باشین از طریق عکس، فیلم، صدا. اینها آمدن میخوان برگردونن به همون دوران قرون وسطایی که بشریت 10 قرن این رو دید، 10 قرن چشید و 10 قرن کشته شد و توهان داد و بعد به روشنگری رسید. اینها دارن به دنیای تاریکی میبرن، ولی این موضوع یک مقدار با زدوبندهای سیاسی قاطی شده، به همین دلیل نابودی اینها، از بین بردن اینها، تضعیف کردن اینها سخته، چون یک عده‌ای به نفعشونه، به ویژه در منطقه که اینها باشند، چون به بهانه‌ای که اینها وجود دارن امتیازات سیاسی میگیرن، امتیازات اقتصادی میگیرن، بودجه میگیرن،
مجوز میگیرن برای نابودی مخالفان خودشون، چند تا این ور کشته میشن، 10 برابر اون ور میکشن و خب ذهنیت جامعه هم آماده است، آماده میکنن با تبلیغات. و یک مقدار امروز این نوع دیگر پروتستانیسم بر علیه، در واقع باید بگیم پروتستانیسم بر علیه مدرنیته، دستاویز سیاسیان شده، دستاویز سیاستمداران دنیای مدرن شده که با زندگی بشریت بازی میکنن. ولی خب خوشبختانه انسان ها میتونن امروز راجبش حرف بزنن، میتونن بگن. بنده اینجا الان دارم صحبت میکنم، نمیدونم چه تعداد در کجا در حال شنیدن هستن، ولی این صحبت ها صحبت های بنده نیست، صحبت هایی است که ثابت شده، صحبت هایی است که با دلائل و مأخذ برملا شده. خود اینها اسناد و مدارکش رو یا توسط جاسوسی یا توسط دولت خودشون بعد از 25 سال 30 سال پابلیک میکنن. و امروز جریانی که برای بازگرداندن جهان به دنیای قبل هست، به دنیای قرون وسطا هست، بخشش سیاست همین انسانهایی هست که درگیر قرون وسطا بودن، خودشون رو رهانیدن و یک سیاستی است برای تغییر شکل جغرافیایی منطقه. بلا این داعشی ها هرگز در این قدرت نبودن که بتونن این همه ثروت به چاهای نفت دسترسی داشته باشن، به بانک ها دسترسی داشته باشن، پیشرفته ترین سلاح ها در دستشون باشه. در واقع میگوین حمله به عراق و اون زندان معروف عراق و این البغدادی که در اونجا بود، در اونجا یارگیری کردن. فوتبالیست خیلی بارزی بود و خوب صحبت میکرده، به همین دلیل چون منطقش در قرآن، خیلی مرد مذهبی بوده، ادهی رو دور خودش جمع کرده، این افراد و فرمانده های دوره برش از همون زندان داخل بغداد زمانی که صدام رفته بود و امریکایی ها در اونجا بودن و اینها رو به عنوان مخالف میگرفتن، اینا یارگیری کردن. یعنی در واقع کارخانه و تخم این داعش در همون زندان بغداد گذاشته شد و این بعد از حمله امریکا از بین بردن صدام و شورشی بود که در منطقه بود. این وری ها دارن نابود میکنن به هر شکلی که میخوان، بلدن چگونه از لحاظ عقیدتی انسان ها رو به جون هم بندازن. و الا منطقه در کار داشت زندگی میکرد، هر کشوری هم برای خودش آزادی خواهی داشت، مردم به طرف آزادی خواهی میرفتن از شروع قرن بیستم، ولی کن به صلاح اینها نبود. و ببینید چون به خودشون هم بیشتر از همه لذت میخوره، یعنی اینا فکر میکردن فقط در اون کشور هست، باستابی نخواهد داشت، دودش بر نمیگرده به چشم اینها، درست مثل صدایی که به کوه بخوره بر میگرده. الان اونگونه شده و ما میبینیم منطقه اینها داره خطرناکتر میشه، چون اونها که عادت کردن مردمان اون منطقه به ناامنی بودن، اینها کافتریا ازشون، هر کی دیگه تو کافتریا بشینه دوچار وحشته، هر کی بخواد تو صف سینما بره دوچار وحشته، هر کس بخواد تو صف خرید بره دوچار وحشته. این تفریحات خیابانی چارج جوون ها، خب یه کاری کردن که همه دوچار وحشت شدن و خود اینها پروبال دادن، خود اینها نطفه این قضیه رو کاشتن. حالا یک اصطلاحی هست، نمیدونم، باد کسی که به کارت طوفان درو میکنن. متاسفانه ما هم که فراری هستیم، چه اون طرف بریم به خود به همون میخوره به نوعی، چه این طرف که هستیم، ولی این هست زندگی بشریت امروز و توطئه‌گران و بازیگران سیاست. ما یه چند سبای دیگه هستیم، خواهیم رفت، اما خدا آخر عاقبت اونهایی که بچه دارن، جوان هستن، وارد اجتماع آینده میخوان بشن به خیر، که با این شیوه های اینترنت و این دستیابی به ساده ترین امکانات برای ساختن بمب های کثیف و کوچک، دیگه هر کسی با هر کسی لج بشه حتما میاد یه بمب تو کیفش میذاره، پشت در خونهش میذاره. من نمیدونم قراره به چه شکل این دنیا در بیاد. یک موضوع رو خواستم بهتون بگم. چه مقدار وقت داریم عزیزم؟
5 دقیقه بیشتر وقت نداریم، درسته؟ 5 دقیقه. خب میخوام در زمان مغلها بگم ارزش زنان مغل، چون مراجع برزه وزیفه اصلی متمدان سرکشی به ولایت ها بود، شوهرها می رفتن، زنها می موندن و زنها خیلی موقع اونها در جنگ بودن و سرکشی رو به عهده زنها می زاشتن و اینها خاتون ها، به اینها می گفتن خاتون. خاتون خب یک واژه ترکی هست. آنان در واقع منزل ها، دکان ها و مزارع اجاره دادن آنان نظارت داشتن، خاتون ها، زنان ترکان بزرگ. محافظت از جواهرات و لباس های گرانبهای خاتون ها وظایف دیگر آنان بود. خاتون ها همچنین تعدادی کنیز و غلام و خواجه و تعدادی سپاهی برای محافظت از دربار داشتند. هزینه همین خدمتکاران از خزانه خاتون تامین می شد. با وجود این مخارج عایدات بسیاری وارد خزانه خاتون ها می شد، طوری که حتی مبالغی ذخیره می شد. در واقع طی دوران امپراتوری مغول این خاتون ها ثروت بسیاری جمع کرده بودن و هر کدام قدم و حشم جداگانه داشتن. در ایران هم نابود کردن، اما زنان آزاد بودن، موضوع حجاب نبود، قدرت داشتن زنان، آزادی بود و این موضوع در زمان حمله مغول در ایران اصلا موضوع مذهب نبود، موضوع قدرت بود. بانوان ترک و مغول عموم نجیب و پاکدامن بودن و به رعایت عفت عمومی اهمیت زیادی میدادن. بی احترامی به عفت عمومی و حتی ناموس از گناهان بزرگ محسوب می شد و مجازات های سختی داشت. از آنان در حقیقت نیازی به پوشاندن روی موی خود نمی دیدن، زینا بنابر رسم آنان این مردان بودند که باید چشم خود را از نگاه به بانوان نامحرم می پوشیدند. مارکوپولو که مدتی در میان قبایل ترک و مغول زندگی کرده و با رسوم آنان از نزدیک آشنا شده بود می نویسد زنهای تاتار که ترک و مغول هستند از لحاظ عفت و عصمت و وفاداری و وظیفه شناسی در برابر شوهرانشان بی نظیرند و مردان نیست نسبت به بانوان خود وفادار و مهربانند. از این رو همیشه در خانواده صلح و صفا برقرار است. از دهان بانوان هرگز سخنان زشت شنیده نمی شود. پاک دامنی هوش و حیایشون شایان توجه و تحسین از سفر این مارکوپولو در موردشون نوشته و بعد میگوید بانوان ترک با مردان در حقوق با آنان برابر و در یک ردیف بودن. در تأمین لزومات زندگی زن و مرد با هم تلاش میکردن و حتی شاید بانوان در این کوشش نقش پررنگتری داشتن. امروز در ایلات عشایر و مزارع و شالیزارها این قانون هست، همیشه بوده، هرگز از بین نرفته. این آزادگی در اوضاع بانوان ایران نیز بی تأثیر نبود و سبب شد که آنان نیز در صحنه زندگی برای رسیدن به آسایش و رفاه با مردان مشترکاً تلاش کنند و بانوی حرم تنها وسیله لذت مردان و یا دستگاهی برای تولید مثل نباشد. در اثر همین تحولات ارزش و احترام و اهمیت بانوان ایرانی نیز در نزد مردان نسبت به گذشته افزایش یافت. در این عصر هر زنی برای خود اموال شخصی داشت و چون مغول‌ها بانوان متعدد می گرفتن، شوهر می توانست هر روز در مسکن یکی از بانوان که جدا از یکدیگر بودند به سر بره. زنها بر خودشون عشق می کردن، به آقای بوده خیر و آقای بلستن خرجشون رو می داده، راحت بوده، بهشون در فرمان نمی داده، حجاب نبوده، با خودشون زنها به هر حال حال می کردن. در این دوره مقام زن در میان مردان بیشتر از مقام مرد است و محترم شمرده می شود. بانوان در دوره مغول آزادی کامل داشتن و مذهب خود را خودشان انتخاب می کردن، مثل امروز در هندوستان. این آزادی تا این حد بود تا آنان می توانستن دینی غیر از دین شوهر خود داشته باشند. مغولان تعصب دینی نداشتند ولی گاهی سلطان یا شخصیتی تحت تأثیر همسرش و برخلاف مذهب خود دستورهایی در این زمینه صادر می کرد که نتایج مهم سیاسی و یا اجتماعی داشته است. قدرت اهمیت زن بیش از همه در طبقات متوسط می گشت. در این طبقه نقش زن مهمتر و موثرتر از مرد بود است و در اینجاست که تقریبا به برابری زن با مرد آگاه می کردن. این در زمان مغول ها. خب هموطنان عزیزم، یک سمینار آقای بهرام مشیری در آستین فردا هست، در واقع در امروز که 21 میشه دیگه، 22
نوامبر تلفن اطلاعات هست آقای بیژن 512-923-69-32 و در محل در واقع سانده نوامبر 22-2015 4 تا 6 بعد از ظهر در دانشگاه 201 East University of Texas 201 East 24th Street Austin, Texas 787-12 منتظر تلفن اطلاعات که این فردا هست این سمینار 22 سمینار آقای بهرام مشیری امضای کتابشون تاری شماره تلفن 512-923-69-32 برها خیلی ممنون سپاسگزار از توجهتون و از امیر شهرتی گران قیمت عزیز و دوستانی که به رو خط اومدن متاسفانه خطوط باز نبود بلا خیلی هم خوب بود اعتراضم میکردیم نسبت قضیه جالبی شاید یک روز این قضیه رو من تلفن رو باز بذارم در مورد طاهره و موضوع بخش سیاسی او بدرود سپاسگزارم همین